قرار بود دو سال یا چهار سال معلوم کنم، ولی همه مردم هم که مرا میبینن ما رو سکته دادی، خدای اعتراضه بگیره. حالا خدا رو شو یه چیزایی بهمون دادن، هم کارگری کردم، هم پدرم کارگره، هم با مربیم کارگری کردم و هم میدونم که واقعا چقدر سخته. سلام خدمت همراهان، سعید اسماعیلی یکی از دو قهرمان ایرانی کشتی تو المپیک پاریس بود. جوون شایسته‌ای که با سخت‌ترین قرعه ممکن و بعد از چندین و چند بار قرار گرفتن در آستانه حذف شدن از چرخه و با بردن قاطعانه رضا گرایی، قهرمان المپیک توکیو به تیم ملی رسید و تو المپیک هم مقابل قهرمان جهان در سال گذشته قاطعانه پیروز شد. تو نیمه نهایی ضربه فنی شد و با چلنج به موقع برگشت و در فینال هم نایب قهرمان دوره قبلی المپیک رو شکست داد و به یه طلای با ارزش رسید. سعید که از دل خانواده کارگر بیرون اومده و هم خودش هم پدرش و هم مربیش کارگری کردن، بعد از قهرمانی تو پاریس طلای المپیک خودش رو به کارگرا تقدیم کرد و این کارش به شدت مورد استقبال قرار گرفت. این جوون 21 ساله اهل دسفول اخیراً یه مصاحبه مفصل داشته و در مورد موضوعات مختلفی صحبت کرده. سعید اسماعیلی در بخشی از صحبت‌هاش در مورد وضعیت تحصیلیش به این اشاره کرد که هنوز دیپلم نگرفته و به خاطر فشردگی اردوها تو این مدت نمیتونسته امتحان بده. هرچند تو شهریور ماه گذشته بالاخره موفق شده امتحان بده. منم دو سال پیش باید دیپلم میگرفتم ولی خب اردوها نذاشتن. بعد نذاشتن بریم ما امتحان بدیم و پروندهمون هم آوردیم تهران، ثبت نام کردیم، هم داخل اردو بودیم نتونستیم بریم، ولی بعد المپیک دی اومدیم امسال ثبت نام کردیم شهریور ماه و امتحانمون دادیم و خدا شکر دیگه سال آینده بریم دانشگاه. سعید از مشکلاتی که در سال گذشته داشته، احتمال محرومیت بلند مدتش و همچنین چرخه سختی که برای رسیدن به تیم ملی تو المپیک داشتم صحبت کرده. من بزرگسالان قرار بود ما بریم بازی آسیایی، ولی یه مشکل دیگه هم برامون پیش اومد که یه قرص خورده بودیم، اون ممنوع بود، دیگه نرفتیم و سال بعدش یه محرومیت برای ما گذاشتن. یه 4 ماه اول قرار بود دو سال یا 4 سال معلوم کنم، ولی خدا شکر با پیگیری فدراسیون کادر فنی تونستن ما رو برگردونن و دوباره ما رو وارد چرخه المپیک کنن. پارسال کنم برج 12 بود، دوباره ما رو آوردن داخل چرخه. ما یه مرحله اول رفتیم ترکیه، 3 تا چرخه گذاشتن برای ما، یه ترکیه بود، یه آسیایی، یه مجارستان. ما رفتیم ترکیه، اونجا خدا رو شکر اول شدیم. بعد مرحله دومش هم آسیایی بود، اونجا هم رفتیم اول شدیم. بعد مرحله سوم رنکینگ اتحادیه جهانی بود، مسابقه واقعا سطحش هم بالا بود. اومدیم با آقای گرایی که دیگه انتخابی آخرمون اونجا بود، اونجا هم رفتیم و 3 کشتی بردن دیگه. کشتی 4 منمون قضیه با کشتیگیر کوبا که اون آره اون دو ثانی آخر اینجوری شد دیگه، من رفتم برای 3 و 5، اونم آقای گرایی اومد برای 3 و 5 دیگه. اونجا با هم کشتی گرفتیم و دیگه خدا شکر من رفتم المپیک. سعید اسماعیلی در مورد کشتی جنجالیش تو المپیک، ضربه فنی شدن و برگشتن به مسابقه با چلنج هم صحبت کرده و گفته همه مردم هم که مرا میبینن گفت شما ما رو سکته دادی تا این کشتی رو بردی. بله دیگه اونجا خط زوم بود، من اومدم یه بارانداز بزنم ولی اون کامل رفته بود بیرون، دیگه داور شد نزن، ما هم گیر کرده بودیم، ضربه رو اعلام کردم ولی خدا رو شکر کادر فنی اعتراض کرد و اعتراض هم گرفت و دوباره کشتی برگشت و خدا شکر تونستم اون کشتی رو ببرم. واقعا من در این مسیر خیلی سختی کشیدم، کلا خیلی زمین خوردم ولی دوباره بلند شدم. یه سال پیشم من کلا المپیک رفتم، واقعا چرخه سختی من پیش رو داشتم و خودم هم با خودم میگم خدایا خودت کمک کن، چون که واقعا هر کی منو چرا این چرخه اینجوری چیدن و فلان. بابا دیگه اونم یارو مثلا مدال داره، منم تازه از جوانان اومدم بزرگسالان هیچ مدالی نداشتم. میگم که داخل این مسیری که من رفتم زیاد مثلا بالا پایینی داشت ولی من کم نیاوردم و خدا رو شکر بهش رسیدم، آخر به آرزویی که داشتم رسید. آره همون کشتی با ارمنستان بود که من خودم 5-0 جلو بودم، یه دفعه اون گیر افتادم و ضربه شدم و تمام شد. بعد پیش خودم گفتم
یا خدا، یعنی تموم شد بعد اعتراض، فکر خودم هم میدونم خدای اعتراض بگیره، چون یه جا هم گرفته بودمش پام گرفته بود، ولی من نمیدونستم کامل، گفتم اگر بگیرن شاید برای پا بگیرن، ولی اون کامل از دوشای خورده شد. واقعا اون اتفاق خیلی یادم میمونه که تونستم دوباره برگردم و اونم باعث شد که من بتونم طلا بگیرم. یعنی اگر من اون کشیر میباختم، حالا میرفتم رد بندی، شاید با اون مثلا رویی که من دارم مثلا نتونستم بعد مدالم بگیرم، ولی این کشتی که برگشت دیگه دارشوی تونستیم طلا هم بگیریم. اگه به حواشی جدید کشتی علاقه مندین، ویدیو رو لایک کنین. قهرمان المپیک پاریس در مورد پاداش هایی که بعد از المپیک گرفتن هم صحبت کرده و گفته با پاداشش حتی نتونسته یه خونه خوب بخره. حالا خدا رو شو یه چیزایی بهمون دادن، ولی همون چیزایی که میدن شاید همه رو که بذاری سرم یه خونه خوب نکنه. الان که فدراسیون جدید اومده که، نه که جدید کلی الان اینجوری پاداشا رو چیدن، یعنی 4 سال قبلم فکر نکنم اینجوری دادن، ولی خدا رو شو الان خوبه و نیمه پاداشا هم تازه دادن. یه 10 میلیارد توی کمیته ملی المپیک، آره، ولی یه میلیارد رو برای مالیات کم کردن. آره کم کردن، یه میلیارد مالیات ورزشکارا کم کردن، ولی گفتن که حالا میریزن، معلوم نیست بریزن. سعید اسماعیلی در مورد امکانات تمرینی خودش هم صحبت کرده و مدعی شده بعد از قهرمانیش ثبت نام ها تو باشگاه های کشتی زیاد شده. بعد المپیک خیلی باشگاه شلوغ شد، اصلا جان نیست. ما یه دوشک و نیم داریم داخل باشگاه، اصلا از ساعت 3 میرن مربیامون باشگاه تا ساعت 10 شب. حالا بهشون گفتیم پیگیری کنن که یه خانه کشتی به حالا برام، من نه، برای جوانایی که تازه میخوان کشتی رو شروع کنن، چون که انگیزه گرفتن بعد المپیک خیلی ثبت نامی زیاد شده که بتونن حالا ضربی چیزی نخورن، چون که شلوغ میشه، دستی میشکنه. حالا ما داشتیم که داخل چند دست شکسته و اینا، پیگیری کنن. سعید در مورد اینکه چطور وارد دنیای کشتی شد هم صحبت کرده و از شرایط زندگیش تو دوران کودکی و نوجوانی هم گفته. چی شد کشتیگیر شدی؟ اینو ما خانواده 5 نفره هستیم و سن 9 سالگی هم کشتی رو شروع کردم و ابتدایی بودیم که یکی از بچه‌ها ما مثلا یه سال جلوتر ما رفته بود باشگاه و همکلاسی بودیم که به ما گفت بیایم بریم مثلا با هم کشتی بگیریم، بریم باشگاه، و 3 نفر بودیم با هم رفتیم 9 سالگی و خدا رو شکر که رفتیم داخل خردسالان، شروع کردیم مسابقات و همون خردسالان، نونالان و نوجوانان اینا هم تونستیم موفق بشیم. و نونالا من دیگه خردسالان 2 سال رفتم باختم استانی، استان خوزستان خودمون، ولی دیگه خداشو از نونالا اونجا اول شدم، قهرمان آسیا شدم. اون 2 نفرم الان کشتی میگیرن، کشور اینا مدال دارن، ولی اون که ما رو برد به کشتی، چند سالی از کشتی دور شد، ولی بعد مدال من که طلا گرفتن دوباره خداشو اومده تمرین میکنه و همیشه هم بهش میگم یادت تو ما رو آوردی کشتی ولی خود نموندی. میگم که طرف ما واقعا خیلی شرایط سخت‌تره، واقعا همه قشت ضعیف هستن و باید کمتر کسی یکم میمونه که مثلا، چون خیلی هم کار کنه، آره، هم کار کنه، هم ورزش کنه، خیلی سخته. برای این اکثر میان دیگه نوجوانان و جوانان میزنن کنار دیگه، میبینن هیچی تا حالا نکردن داخل زندگیشو، هیچی ندارن دیگه بزرگشن، برای این که دیگه بیشتر میرن کنار. اسماعیلی کشتیگیریه که هم خودش کارگری کرده و هم پدرش. قهرمان المپیک پاریس مدعی شده که قبل از المپیک این نیت رو داشته که قهرمانی رو به کارگرها تقدیم کنه و این کار رو هم کرده. این حرکت سعید با استقبال خیلی زیاد مردم مواجه شده و سعید در این مورد گفته: بله، من قبل از مسابقات که نیت کرده بودم که اگر اول بشم این مدال تقدیم کنم به همه کارگرای عزیز ایران، چون خودم هم کارگری کردم، هم پدرم کارگره، هم با مربیم کارگری کردم و میدونم که واقعا چقدر سخته. حالا طرف ما خیلی گرمه، در اون گرما ما میرفتیم، جوانان بودم، سال آخر نوجوانان بود که با مربی میرفتم، بنایی کار میکردم، از ساعت 7 صبح تا 3 بعد از ظهر میرفتیم، بعد ساعت 5 میرفتم تمرین تا ساعت 7، بعد دیگه ساعت 10 شبم دیگه خسته بودیم میخوابیدیم. و خود من واقعا کارگری موقعی نداره. حالا پدر من مثلا بعضی ساعت 4 صبح بلند میشد، مثلا من بیدار میشدم، اون میرفت
خیلی اذیت میشدم واقعا، مثلا ساعت 3 میرفت، ساعت 4 میرفت، تایم خاصی نداره، هر وقت که زنگ بزنه بهشون مثلا باری چیزی خالی کنن. و واقعا میدونم چقدر سخته و این مدالم برای این تقدیم کردم به کارگرا که این بچه‌هایی که کارگری میکنن بدونن که واقعا میشه. درسته سخته ولی باید اون مسیری که حرکت میکنن، درسته بالا پایین زیاد داره ولی بمونن داخل اون مسیر، که واقعا خدا هم در این مسیری که میری تو رو امتحان میکنه و باید بمونی. و برای اینم مدال تقدیم کردم به کارگرای عزیز. نظر شما در مورد صحبت‌های سعید اسماعیلی چیه؟ به نظرتون سعید میتونه چند قهرمانی المپیک و جهانی دیگه رو به دست بیاره؟ حتما این پایین در قسمت کامنت‌ها برام بنویسین و برای اطلاع از ویدیوهای جدید ما هم میتونین کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین.